شروع خب من بفرمایید لطفا. تینا بله خواهش پارسامندم، میکنم. ایران به دنیا آمدم، نیوزیلند بزرگ شدم، توی نیوزیلند دانشگاه اوکلند رشته ژنتیک خوندم، مستر ژنتیک داشتم، دانشجو دکترا بودم و بعد برگشتم ایران برای سفر و دیگه اونجا موندگار شدم، انقدر که ایران و ایرانیا رو من عاشقشونم. و دیگه اونجا موندگار شدم و اونجا دوباره رفتم، حالا یه چند سالی توی حوزه خودم کار میکردم ژنتیک و بعد رفتم رشته روانشناسی رو توی ایران دانشگاه شهید بهشتی خوندم، ارشد و دکترا، و توی حوزه در واقع توی تحصیلم توی حوزه هم سلامت کار کردم، روی سرطان پستان، باورها و ارزش‌های ما، یعنی این تاثیر روان بر انتخاب‌های ما برای سلامتی، توی اون حوزه کار کردم و بعد برای کار درمان ترین شدم به عنوان یک درمانگر تحلیلی، object relations کار میکنم و در خدمتم دیگه به عنوان درمانگر کار میکنم الان. الان ولی آمریکا امریکا هستم هستی. دیگه، یه 2 سالی هستش که میرم و میام و فلانم که اینجا. به به، جای آره آفتابی آره البته هی میگفتن این کالیفرنیا خیلی هواش خوبه، من که امسال خیلی ندیدم از این ابطال. سرد بود حسابی. ما برامون آفتاب، من سمت شرق کانادا تورنتو و آفتاب به خصوص امسال یک چیز، یه استت خیلی بزرگی بوده که ما آه کاملا ازش محروم خیلی بودیم. سخته، مثلا هفته چه دو سه روز خیلی آفتاب، سخت. خیلی دو سه روز آفتاب اومد، هوا گرم شد، گلو و از شکوفه زدن، قشنگ Yes. ریز درون ماست همش با دنیا الاینه. بعد دیگه امروز من پا شدم دیدم منهای 3 درجه، گفتم آخه چرا خیلی این کارو با ما سخته، من که میکنی؟ خودم اصلا آنو چیز سرما رو ندارم، طاقت سرما. فقط شده، نگو 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 نگو، اینجا تجربه جذاب نبوده است. لطفا بس منم خودم بله. خیلی کوتاه معرفی بکنم. منم که سلماس هستم، در خاک پاک ایران متولد شدم و بزرگ شدم. بعد یه بیشتر از فکر کنم نزدیک 12 ساله که آمدم کانادا، و بعد ایران من شهید بشین چیز خوندم، فود ساینس خوندم، و بعد ولی حوزه روانشناسی همیشه چیزی بود که عمیقا خیلی دوست داشتم. بعد که آمدم اینجا دیگه رفتم مجلس کوچینگ تونی رابینز و بعد شروع کردم کوچینگ، و الان 2 سالم هست که توی دیگه داره تموم میشه پروگرام مسترز کانسلینگ سایکولوژی رو خوندم که در کنارش داشته باشم. دو تا چیزی که خیلی زیاد در مورد کارم دوست دارم، یکی این کمکیه که میتونم به کیفیت روابط و زندگی آدما بکنم، و به واسطش پادکستی که دارم، پادکست لام تا کلام، که خیلی هم بازخورد خوبی گرفتم. بچه‌ام شده، نایس، دو تا بچه بیوتیفول. دارم. بعد عرض به حضورتون همین، و تخصصانم روی روابط کار میکنم، با رابطمون با خودمون، رابطمون با سایرین، که این هدف گذاری یه تیکه چیزایی که تو رابطه با خود از دقیقا همه آره، مهمتره. برو که چقدر عالی، وقتی پس تینا هم جون دانشگاهی بگو هم که بودیم. آره شاید داشتی بر ما، خیلی 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 نوستالژیکه، خیلی 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 خوبه، من خیلی آره. در واقع اکسپکت نمی کردم، انتظار نداشتم، ولی دانشگاه خیلی خوبیه. خب anyway، بریم سراغ خیلی بحثمون، شروع کنیم که عزیزانم که ایران هستن دیگه شب و خیلی منتظر نمونن، عنوان رو میخوای شما توضیح بده یه مقدار سلماز جان؟ فرمات عنوانمون چیه؟ عنوان اینه که آقا جان، با موانعی که در مسیر هدف گذاری برای ما پیش میاد باید چه کار بکنیم؟ اصل ماجرا اینه که ما از A شروع میکنیم، میگیم خیلی خوب من میخوام برسم به D، به C، اونو پیدا میکنیم، و من مثلا الان میخوام برسم به، ولی تو مسیر یه عالمه مانع میخوره که باید هم بخوره. زندگی پر از مانع، اینا ها، هوا، همه تغییراتی که در جهان هستی بر ما اتفاق میفته، و به واسطه اون موانع خب بیشتر آدم ها چیکار میکنن؟ رسیدن به هدف رو بیخیال میشن، پشت گوش میندازن، اهمال کاری میکنن، همه اینا.
این بعد این تاپیک هم علت اینه که حالا شما که خیلی تو پیجت راجبش هدف اخیرا داری هدف گذاری صحبت میکنی، یه چیزی که تونی رابینز همیشه میگه، همیشه تونی رابینز 24 جنوری به بعد یه ترینینگ کورس اساسی میذاره برای هدف گذاری، برای اینکه میگه همه نیو ایرز رزولوشن ها که قبل از سال گذاشتی، من امسال میخوام ورزش کنم، رژیم بگیرم، این کارو بکنم، اگر پایش درست نباشه، موانع درست پیش بینی نباشه بشه، تو 24 روز سوایپ اپ میشه، تموم میشه، یعنی دیگه تو هیچ چیز یادت نمیمون. بر همین اون موقع میذاره دوباره میگه خب بیا ببینیم مانا چیه، و برای همینه که من فکر کردم خیلی موقعی خوبیه که ما بریم دقیقا وقت خوبیه به تاریخ دقیقا 1602 شمسی که عالی، ما اینا رو تکون بدیم ببینیم دقیقا میخوام با بقیه دقیقا چیکار کنیم. خیلی مهمه. من میخوام از یک موضوع فاندمنتال بیسیک یعنی اساسی شروع کنم، اصلا بحث هدف گذاری رو، که دوست دارم همه کسانی که این رو میشنوند به این فکر کنم. خیلی وقتا برای رسیدن به اهدافمون سلما جان، ما متمرکز میشیم بر نتیجه‌ای که میخوایم و مسیر رسیدن به اون نتیجه رو نادیده میگیریم. یعنی فلسفه زندگی ما، حالا در واقع یه گروهی از افراد بیشتر اینطوری هستن، فلسفه زندگیشون نتیجه گراست تا تجربه گرا. یعنی من به دنبال نتیجه‌ام، ولی تجربه و مسیری که قراره طی کنم که به اون نتیجه برسم رو نادیده میگیرم، فقط به مقصدم نگاه میکنم. مثلا من فکر میکنم که من درآمد بیشتری میخوام، یه درآمد خوب میخوام، منابع مالی میخوام، پس فکر میکنم که من این رشته تحصیلی رو میخونم که به این نتیجه که میخوام برسم. اما خیلی وقتا برای رسیدن به اون نتیجه، چون من مسیر رو در نظر نگرفتم، مسیر بسیار ناخوشایندی رو انتخاب میکنم، یا اصلا براش برنامه ریزی نکردم که چطوری قراره که این مسیر طی بشه که به اونجا برسم. بنابراین اولین قدم ما باید به این فکر کنیم که اون مقصد مهمه، ولی مسیر از مقصد مهمتره. اصلا کل زندگی ما یک مسیره، کل زندگی ما این فرایند و این تجربه است. و مثل کتاب الکمیست کیمیاگر پائولو کوئلو راجع به همینه دیگه، وقتی میرسی به اون نتیجه، بعدا میفهمی که اتفاقا مسیر بود که تو رو متحول کرد، تو رو رشد داد و از اهمیت بیشتری قائل بود. و به نتیجه که میرسی، احتمالا برای خیلی ها که نتیجه گرا هستن، دنبال یه مقصد جدید میگردن. سو بیاین برگردیم روی مسیر، به این فکر کنیم برای اینکه من به اون نتیجه‌ای که میخوام برسم، مسیرم رو آیا میتونم برای خودم راحت تر، هموارتر کنم؟ چطوری آسون تر؟ چرا میخوایم سختش کنیم؟ چجوری آسون تر به اون برسم؟ چجوری مسیرم رو خوشایند تر کنم؟ دلچسب تر کنم؟ دلچسب یه تر چیزی رو اینجا حالا توی پرانتز من اضافه کنم، از دیدگاه روانکاوی میخوایم به انسان نگاه کنیم، که حالا فروید و بعد تئوریسین های بعد از اون اومدن گفتن روان انسان سه تا بخش عمده داره. یه بخشی که ما باهاش به دنیا میایم که بهش میگیم اید، غریزه ماست، تمام مثل اون که حالا توی روانشناسی عامیانه بهش میگن کودک درون، تمام نیازهای منه، خواستهای منه، بیشتر دنبال اینه که حال خودش خوب باشه، به نیازهاش تأمین بشه، خواستهای بدنیش، خواستهایی که فقط مربوط به خودشه، نه خواستهایی که بقیه برای من تعیین کردن، خواستهایی که قراره فقط منو تغذیه کنه، مثل نیاز من مثلا به غذا، خواب، نیاز من به دلبستگی، نیازهای اولیه من اونجاست، من با این به دنیا میام. تو این میشه ایده ما. بعد که من به این دنیا میام، میبینم که این دنیا فقط راجع به من نیست و انگار آدمای دیگه وجود دارن که خیلی برای من مهمن، از جمله پدر مادرم، و اونها از من یه خواستهایی دارن و در واقع یه قوانین و قواعدی برای من میچینن، که اگر تو به عنوان یک موجودی که اومدی توی این جامعه میخوای زندگی کنی، باید از این چیزا پیروی کنی، یا این چیزا هم باید برات مهم باشه. مثلا به من یاد میدن که باید به حقوق دیگران احترام بذارم، باید مثلا آدم اخلاقی باشم، به اخلاقیات متعهد باشم، باید به موفقیت برسم، باید توی جامعه مثلا رفتارهای جامعه پسند کنم،
یا به مراتب بالای تحصیلی و شغلی برسم. اینا همه چیزاییه که بعدا ما بعد از اینکه به دنیا میایم میفهمیم که مهمه، از روز اول با ما نبوده دیگه، right؟ تو این میاد میشه رو من سوار میشه، میشه چی؟ بخش سوپر ایگو، والدین من و چیزهایی که جامعه به من تغذیه میکنه که باید، یعنی اونها رو من باید به یه شکلی ارضا کنم و خواسته و نیازها. و بعدا پس ما میبینیم ما یه بخش غریزه داریم که فقط متمرکز بر من و نیازهای شخصی من، یه بخش سوپر ایگو داریم که آن چیزیه که جامعه و والدین از من خواستن، و بعد یه بخش سومی بین این میاد، دی ایگو، که بین این دوتا قرار تعادل ایجاد کنه، میشه اون بود منطقی من که متمرکز بر لحظه حال، موقعیت اون بیرون و خواستهای هم اید هم سوپر ایگو، میخواد جفت اینها رو ساتیسفای کنه، راضی نگه داره. پس شما تصور کنید ما یک روانی داریم، حالا بیاریمش رو هدف گذاری، اوکی؟ در بهترین حالت هدف ما رو ایگومون خواسته، در بهترین حالت، اگر نه سوپر ایگو. یعنی بعض وقتا هدفهای ما هدفهایی که مثلا والدین من دلشون میخواسته من دکتر بشم، یا دلشون میخواسته که من مثلا به این مرتبه فلان و فلان برسم، و من دارم از همون پیروی میکنم. خب خیلی پس خیلی وقتا هدف مربوط به اینه، اوکی؟ ولی در بهترین حالت ما بگیم هدفیه که ایگو ست کرده، یعنی اون منطق خودم که تعادل گفتیم بین این دو تا بخش بیرون ایجاد میکنه. ایگو اومده میاد میگه که خب سوپر ایگو جامعه این چیزها رو میخواد ازت، موقعیت حال حاضر دنیای اطرافم این شرایط رو داره، اوکی؟ اما اگر فقط متمرکز بر این دو تا بخش باشه و این ایده این پایین، این بچه‌ای که خسته میشه، این بچه ای که نیازهای خودش رو داره، میخواد تفریح کنه، میخواد بخوابه، میخواد در واقع تایم برای ارضای نیازهای اولیه خودش داشته باشه، اگه اینو نادیده بگیره، که خیلی وقتا ما مسیرهایی که انتخاب میکنیم اینو نادیده میگیره، یعنی این رو من سرکوب میکنم و فقط میخوام اون چیزی رو که دنیای بیرون یا در واقع این های سوپر ایگوم ازم میخواد رو ساتیسفای کنم. اگه اینو نادیده بگیرم تا یک تایمی میتونم اون مسیر رو برم. البته بعضی هم هستن که تو سرکوب کردن خودشون خیلی حرفه‌این و یک عمری رو این شکلی زندگی میکنن و در نهایت به خیلی از این اهداف میرسن ولی ناراضین، خوشحال نیستن، چون اون بودی از وجود خودشون که غرایزشون هست، نیازهای شخصشون هست رو نادیده گرفتن. سو همه اینا رو گفتم که بهتون بگم دفعی. چرا میگم مسیر رو برای خودمون هموار و راحت کنیم. شما تصور کنید شما یک سوارکاری هستین، سوارکار رو بگیم اون ایگوه، که سوار یک اسب وحشیه. اسب وحشیه چیه؟ ایده. اون بخش غریزی ما تمام انرژی شما از اونجا میاد. اگه اونو سرکوب کنی، اگه تغذیهش نکنی، انرژی کافی نخواهی داشت برای ادامه مسیر. پس من اگر میخوام این اسبم رو بندازم توی مسیری که میخوام من رو ببره و به مقصد برسونه، باید بهش غذا بدم، باید بهش تایم بدم که خستگی در کنه، باید بهش اجازه بدم که یه موقعهایی هم بره مثلا تو چمن رو بگرده، یه تفریح کنه، اوکی؟ تو وقتی میگی مسیر رو راحت و هموار کنید، یعنی باید شما، نمیشه همش خودمون رو تحت فشار بذاریم که من میخوام به این مقصده برسم، من باید اول بتونم در این مسیر چطوری مسیری برم که خیلی هم به این فشار نیاد، که راه هم برام راحت، که مسیرم برام هموار باشه، یا خوشایند باشه، لذت بخش باشه، چجوری به اون درآمده برسم، ولی یه مسیر انتخاب کنم که برام لذت بخشه. من مثلا این حرفه رو خیلی دوست دارم، این رشته هنری رو دوست دارم، اید من رو هم، اون بخش غریزی من رو هم تغذیه میکنه، وقتی من دارم نقاشی میکنم از اون نقاشی برد کشیدن لذت میبرم، من میخوام مثلا برم در واقع مثلا رقص رو حرفه‌ای دنبال کنم. اون ایده من رو، حالا برای همه انقدر جالب و جذاب نمیتونه باشه ها، ولی نسبی نسبی اون ایده منم خوشحال باشه،
توی این مسیری که دارم میرم. مثال، دقیقا. من میخوام زبان یاد بگیرم، یه عالمه کتاب خریدم، فکر میکنم که اوکی من بر الان روزی مثلا 8 ساعت بشینم این کتابا رو بخونم. خب اینجا چیه؟ دوباره من اون بود کودک درون عامیانه رو بگیم فراموش کردم، نمیتونی اینو ادامش بدی معمولا. خب چیکار کنم این ایدرم، این کودکنم تغذیه کنم؟ مثلا شاید بتونم توی یه کلاس فان، اینکه مثلا ما یک مثلا یه کلاسی باشه که یه مقدار جوش هم خوب باشه، آدمای اونجا هم در واقع با هم بتونیم یاد بگیریم، آموزش ببینیم، یه شبایی مثلا مووی نایت داشته باشیم، بشینیم با هم فیلمای انگلیسی ببینیم، تحلیل کنیم. پس هم دارم زبانه رو یاد میگیرم، هم دارم یک جوری میکنمش که خوشایند باشه. پس به این خیلی اهمیت بدیم و الان نمیتونیم مسیرتون رو ادامه بدیم. سینا جون من میتونم اینجا یه چیزی اضافه کنم. ببین دو تا چیز که اون اول توضیح دادید راجع به لیرای فروید، یه قسمتش که من خیلی میبینم آدما با اون تعریف شما ممکنه اشتباه بگیرن، لغت ایگو. ما لغت ایگو رو برای یه جاهایی، برای اینی که مثلا میگیم طرف چقدر ایگوش بزرگه، مثلا سنابیه، دماغ سر بالاست. این ایگو من جسارتا اضافه کنم که دوست، این هیچ ربطی به اون ماجرا نداره. این لایه هایی که فروید راجبش صحبت کرده و در واقع اون ایگو، اون دقیقا همون تعریفی که شما کردین در حال بودن، اتفاقا این نیستش که من خیلی آدم از خود متشکریم، ایگون بزرگه. خب این یه لغتی که ما خیلی عامیانه اشتباهی استفاده میکنیم. یه جای دیگه که شما گفتین که آدما بعضیا هستن که تو سرکوب کردن خودشون خیلی خوب پیش میرن، خیلی هم اتفاقا به هدفهایی که میخوام میرسن، ولی از اند اف دی ممکن آدمای میزربلی باشن. قبل از اینکه شما بیان تو اون نیم ساعت، یک دو نفر راجع به بحران میانسالی پرسیدم و من گفتم که کاربوسابیون میگه میانسالی، بحران میانسالی با سن نمیاد، با سوال میاد. و یکی از سوالایی که آدما براشون میاد، مثلا من یک کاین داشتم، دندون پزشک بود، 58 سالش بود، 3 تا بچه داشت، مرد موفق، خون زندگی، همه چی، ولی وقتی من با من شروع کرد گفت من از دندون پزشکی متنفرم. همینی که شما گفتید، یعنی سوپر ایگوش، اون چیزی بود که پدر مادرش ازش خواسته بودن و همه این ایت واز رانینگ فامیلی دیگه، همه یا دکتر بودن یا دندون پزشک بودن یا جراح بودن یا هر چی، و این مجبور شده این کار بکنه. و من گفت من هر روز صبح، اخیرا 5 سال که تو ماشین قبل از اینکه تو جلو آفیس دندون پزشک بشم گریه میکنم، بعد میرم، از هر لحظهش متنفرم. خب و برای اون بحران میان، میگم من دچار بحران میان مید لایف کرایسیس شدم، برای اینکه همش دارم از خودم میپرسم اصلا من چرا اومدم رینکور زمین. خب یعنی انقدر خودشو سرکوب کرده بود، همینی که دقیقا شما توضیح دادید، و تو این مسیر نه هدفش درست انتخاب کرده بود. حالا میرسیم به قسمت سوم که شما گفتید که به چیز ایدمون باید برسیم، به کودک درونمون عامیانه باید برسیم. من اینو خودم تو خودم یاد گرفتم. مثلا من تصمیم گرفتم 2 سال نیم بشینم، 3 سال درس بخونم، مسترزم رو بگیرم، و میدونم تو این مسیر خیلی سختی ها وجود داره با بچه، همسر، کار، پادکست، این اون، ولی اینو یاد گرفتم که به خودم شادی های کوچک کودکانه کادو بدم، مرحله به مرحله. همین گل، من بدون گل نمیتونم زندگی کنم. الان یکی هم گلومه. یکی دیگهش اینه که ریواردا، جایزه های کوچولو کوچولو. من الان پسرم 7 سالی میشه، مثلا وقتی میخوام بهش بگم یه کاری بکنی که دوست نداره، ها، هوک میکنم اونو به یه ریوارد. قرار نیست خب به خودمون رشوه بدیم، نه، ولی قرار باتریامون رو شارژ کنیم. همین که شما گفتید بذاریم اون اسبه بره تو گلا بدوه. حالا اگه دوست داری با چیز دیگه، با تصویر ذهنی دیگه برید، به خودتون بعد فکر کنید که با چی خوشحال میشید. ما نمیتونیم تخت گاز، همین شما گفتیم پیتکو 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 بتازیم، اصلا نمیشه. اکثر آدمایی که هدفشون رو نصف کار ول میکنن به خاطر اینه که باتریاشون رو شارژ نمیکنن. من این گوشی رو که الان دارم گذاشتم دارم شما لایو دارم، 20% باتری گوشی منو این لایو اینستاگرام میمکه میکشه، نمیتونم بگم تا آخر امروز بعد همجوری بشینم منو ببینیم، واسه کار باید چارجش کنم، حالش جا بیاد دوباره با این نور زیاد بر من کار کنه. ولی ما به خودمون روا نمیدانیم. و همین چی که شما گفتید مرحله به مرحله، یه چیزی که راجع به همین زبان، مثلا زبان انگلیسی بر ما ایرانی، نمیدونم چرا انقدر چیز بوت وحشت. من میخوام زبان بخونم، همه 100 سال دارن زبان میخونن، من میگم بابا با فان، با اسپایس فان قاطیش کنین. همین که شما گفتید get together، اصلا نمیخواد کلاس برید، بشینین سریال فرندز ببینید، از اول تا آخرش میخندید،
سلنگ می نویسید، لغت می نویسید، چیز جدید یاد می گیرید. احساس میکنین توی ماجرایین. به زور کتابا رو نمیارین تو خونتون، خودتون میرین تو اون کافی شاپ، میرین تو خونه اونا دقیقا. چیز یاد می گیرین. آخر روزم به خودت میگی وای چه حالم خوبه، چقدر خندیدم، چقدر انرژی مثبت گرفتم. میدونین مشکل ما اینه که نه همه، ولی من خیلی رو میشناسم، مطمئنم شما میشناسین، که انقدر از هدفشون قول بزرگی میسازن که بعد برای رسیدن به اون، یعنی دیگه آردی فکر کردن بهش 80% دقیقا انرژی گرفته. دقیقا افسرده دقیقا همینطوره. چقدر نکات ببخشید خیلی مهمی رو گفتی سلطان. سلما جان، مرسی. هم این ایگو، دقیقا من هر وقت با کلاینت هم صحبت میکنم ایگو نمیگم، نه این اون ایگو، چون اینا متاسفانه میاد و توی حالا عامیانه یا روانشناسی زرد هرچی اسمش رو بذاریم شکل و فرم دیگه ای میگیره. این اون نیست، ایگوی شما منطق شماست، اون بودیه که قراره که بیاد توی لحظه حال، بیرون رو در نظر بگیره، درون رو در نظر بگیره و انتخاب کنه. و همین که گفتی، من بسیار آدم های موفقی رو باهاشون کار کردم، آدم هایی که شما از بیرون ببینید، یعنی خودشون هم میگن من رو هر که از بیرون میبینه میگه دیگه چی میخواد، دیگه خودشه. دیگه دقیقا. خودشی و ته تهشی. بسیار مزربل، بسیار، یعنی باور نکردنیه که لول غم اندوه که تجربه میکنن شاید از آدمی که خیلی توی شرایط بد زندگیش باشه هم عمیق تر و سنگین تره. برای همین، برای اینکه اینو من فیت نکردم، اینو من تغذیه نکردم، فکر کردم که آره اوکی، انگار من یه بچه رو مثلا گشنه گذاشتم، گفتم خب حالا که مثلا نمرده، خب این بالاخره تا یه جایی میتونه ادامه بده دیگه. پس این خیلی مهمه. و دوم، مسیری رو برم که باز با برای من معنا داره، برای من ارزشمنده، با باورهای من همخانه. این باعث میشه همه اینها، یعنی هم اون بخش خوشایند و راحت بودنش برای این، همین که با باورها و ارزشهای من همخانه، یعنی به من حس خوب میده. این بار انگار اون سوپریگوه هی داره، سوپریگوه سالم، اون بخش سالمش هی داره انگار به من تایید میده و من حس خوبی پیدا میکنم از قدمهایی که دارم برمیدارم که به اون مقصد برسن. پس بنابراین این رو در نظر داشته باشین، انسانهای تجربه گرا، یعنی انسانهایی که به مسیر اعتقاد دارن، معمولا انسانهای بسیار رضایتمندتری هستن از زندگیشون. ولی اونهایی که نتیجه گرا هستن، یعنی فقط به اون مقصد فکر میکنن، اتفاقا یا به مقصد میرسن، یعنی از مدلان که میرسن بعد انگار یه نردبون گذاشتم میرم سر نردبون یه دونه دیگه میذارم، دوباره به مقصد که میرسه دوباره یه چیز دیگه میخواد و دائم مثل یه موش روی چرخ داره میدوه. یا خیلی هاشون، حالا توی حوزه تحلیل ما زیاد این رو با هم پیدا میکنیم، میره 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 داره میرسه به مسیر، به مقصد، خودش خراب میکنه، چون براشون یعنی انگار در واقع اون چیزی که در ناخودآگاه به اینها رضایت میده رسیدن به مقصد. پس بنابراین وقتی داره میرسه انگار دیگه چیزی براش نمیمونه، خودش خراب میکنه. یا این پترن رو توی زندگیشو میبینیم که هی میسازم هی خراب میکنم، هی میسازم هی خراب میکنم، یعنی وقتی که میره میرسه به اوج زندگی که همون چیزی که میخواسته، ناخودآگاه بدون اینکه خودش بدونه خراب میکنه. و از اول اینا به حال این مدل ها چیزاییه که روان درمانی میتونه کمک کنه، اما مهمه که بهش اور باشیم، یعنی آگاهی رو لاقل اینجا پیدا کنیم که من شاید یک همچین ویژگی دارم، بیام روی مسیرم متمرکز شم و اگر موانعی میبینم که فکر میکنم فقط انگار نتیجه برام مهمه و خودم رو خیلی نادیده میگیرم، اون وقت میتونم به روان درمانی کار کنم، فکر کنم. مثال براتون بزنم از این نتیجه گرا و تجربه گرا بودن. مثال این که مثلا یه آدم نتیجه گرا میاد پیش من میگه من میخوام برم پزشکی بخونم. اوکی خیلی هم خوب، چرا میخوای پزشکی بخونی؟ چون من میخوام جراح شم و جراحا موقعیت اجتماعی خیلی خوبی دارن. میریم تحلیل میکنیم میبینیم براش تداعی کننده تایید گرفتن از دیگرانه. پس تو در واقع نمیخوای جراح بشی، تو میخوای از دیگران، هدف تو اینه که از دیگران میخوای تایید بگیری. اوکی؟ یا مثلا میگه که من میخوام به منابع مالی برسم. این میشه یه آدم نتیجه گرا.
اما یکی دیگه میاد پیش من، اونم میگه که من میخوام جراح بشم. میگم خب چرا میخوای جراح بشی؟ میگه ببین من از بچگی اصلا علوم میخونم، خیلی دوست داشتم، همیشه تو علوم مثلا خیلی خوب بودم. اصلا از این که رشته تجربی رو یاد گرفتنش رو دوست داشتم. الانم درسام خیلی برام سخته ها، ولی مثلا راجع به بدن انسان میخونم، مثلا چقدر آره، چقدر مثلا آناتومی همه من رو خوب ظریفه، میکنه. چقدر دقیقه، اصلا شگفت زده میشم، عاشقشم. من خودم مثلا، من که رفتم ژنتیک خوندم، بچه بودم مثلا 10 سالم بود، میشستم این ویدیوهای دیوید اتنبرا رو نگاه میکردم، اصلا کیف میکردم. تو اون میشه انگار که من از مسیره دارم کیف میکنم، حالا نتیجهش هرچی هم که باش. آره دقیقا. این تا اینجا شما سلماز جان میخوای چیزی اضافه کنی یا من برم به بعد؟ ببین فقط یه تیکه سر همون که اون چیزی که چون الان میدونم 1000 تا سوال میاد که خب ما از کجا بدونیم چی خوشحال میکنه چی دوست داریم، من هنوز چیز رو پیدا نکردم یا هر چی. من میخوام بهتون بگم که همه به خوششانسی مثلا شما شاید نباشن که مثلا اون ویدیو در دسترسشون بوده باشه دیده باشن یا هر چی، ولی ما تو زندگیمون تو روز نشانه های زیادی میگیریم از آنچه که باهاش در لحظه خوشحال بودیم، و وقتی به رو آخر روز نگاه میکنیم من میگم هایلایت امروز چی بوده، مثلا میگه امروز مثلا فلان چیز شد من خیلی لذت بردم خیلی خندیدم، یا اصلا یه حال خیلی خوبی بودم تو این معاشرته یا تو خوندن یه تیکه مطلب. خب یعنی این اون جاییه که دیزایر منه، اون چیزی که مورد علاقه منه. منتها اینا اینجوری نیست که یه دفعه یه پکیج بیاد مثل مثلا حالا شما. مثلا من خودم خیلی روانشناس خیلی دوست داشتم، من 8 سال 9 سال خودآموز خوندم، رفتم آلمان، رفتم مثلا کمپ یونگ ببینم چه خبره اینا راجع به چی صحبت، رفتم اونجا تو دور موندم. این یه اتفاقی بود که برای من بالاخره پیش اومد زمینش، ولی قبل از اون من وقتی میدیدم یه نفر با دید روانشناسی راجع به چیزی صحبت میکنه تو دوروبریام منو جذب میکرد، یعنی اون لحظه برافو. هوک میشدم، انگیجمنت هم بالا میشد. ها اینا اونجایی که ما میتونیم بفهمیم. حالا تو دنیای امروز که ما خیلی هم نمیتونیم رو همه چی درست تمرکز کنیم به خاطر سوشال میدیا، همین من به آدمایی هم که خیلی نمیتونن توجه داشته باشن این ذره اتنشن دفاسیت دارم، میگم اگه تو 2 دقیقه روی چیزی تمرکز کردی و باهاش هوک شدی، بدون اونجایی که میتونی بهش توجه کنی برای پیدا کردن برافو. چیزای مورد علاقه برافو. دور دستت، و یعنی اگه اینکه گمیم خود تجربه گرا بودن یعنی چی؟ یعنی تو اجازه تجربه کردن به خودت بدی. شاید مطمئن نباشی، شاید مطمئن نیستی، ای من واقعا اینو دوست دارم یا نه، برو تجربه کن چه چیزی برای از دست دادن هست. برو یه دوره کوتاه، یه سرتیفیکت، یه دوره کوتاه بخون، ببین هنوز خوشت میاد، هنوز دوست داری، به حد کافی. قرارم نیستش که دقیقا. خیلی مثلا چیزه، یعنی الان فکر نکنید که آره مثلا دیگه من میرفتم خودکشی کن. میشستم سر کلاس دانشگاه میگفتم واو چقدر خوش میگذره، نه خیلی روزم میگفتم ای بابا مثلا چقدرم سخته و چقدر من باید درس بخونم، ولی نسبی it's good enough. برایندش برایند جالبی بوده. بعد یه چیز دیگه هم بهتون بگم راجع به همینی که بریم ببینیم که چی دوست داریم، یه چیزی که آدما وقتی که میان مثلا توی حوزه عوض کردن کار، من خیلی جاب شادوینگ رو توصیه میکنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا طرف میگه من با این کارم خوشم ولی من دارم میخواد برم فلان کار، UX دیزاین یه مدت خیلی باب شده بود، الانم هست. مثلا مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش که من با آدمی که میخواستم کارشون عوض کنم اکثر به من میگفتم من کارم UX دیزاین، و من همیشه میگفتم ببین برو 2 تا 3 تا حالا تو کانادا که خیلی هم راحت تره تو امریکا، از آدمایی که میتونی تو ارگانهای مختلف بخوا بگو من میخوام 2 روز یه هفته بیام جاب شادوینگ، بیام بشینم کنار دست اون کسی که داره این کار میکنه ببینم چه اتفاقی میفته، بشینم حالا 8 ساعت نه 4 ساعت بشینم ببینم من میتونم مثل این آدم بشینم و این کار رو انجام دقیقا. بدم. به فرض دارم بهتون میگم کسی که میخواد ریلتور شه، بابا 2 دفعه برو با اون ریلتوری که دوست آشناتونه برو ببین میتونی اونجا بری کفش دری کفش بپوشی به حرف آدم گوش کنی بیا قرارداد بنویسی اینا، اون مراحل ببین همه نگاه میکنن که آ یه خونه 2 میلیون دلار اگه من اینو بفروشم ازش 2% درآمد شه، انگار بابا جان اینجوری که کار نمیشه بس کرد. یعنی دقیقا. همونی که شما میگی دقیقا. همون تر رو میبینم دقیقا. یا تموم شد، ولی وقتی تو میری شادو میکنی و اینی که شما الان گفتید که برو امتحان کن، چون من خیلی وقتا تو لایو آدم میام و من میگم وای سونوش من ریسورس ندارم من کسی نمیشناسم من نمیتونم کارم از دست میدم، من میگم بابا لازم نیست این کار بکنی، سرچ کن برو 2 تا یوتیوب ویدیو ببین آدما از کفگیر شستنشون دارن فیلم میگیرن تو یوتیوب.
والا به خدا. خب برو ببین اونجا چه اتفاقی میفته. من الان مثلا دو سه نفر میشستم دن مثلا تو کار دنتال هایجینیستن، کل پروسه رو فیلم میگیرم میذارم تو یوتیوب. Like you will see که یه نفر که داره کار دنتال هایجینیستی میکنه از A to Z روی کلاینتش چه کارهایی داره انجام. ببین میتونی تحمل کنی این همه خون و اینا، یا دقیقا فقط داری باز به درآمدش فکر میکنی؟ به مثلا که خودمون رو نندازیم وسط، اول به قول شما بگیم این نتیجه است، بعد از آخر بیاییم به دقیقا عملمون جواب دقیقا بدیم. براو براو دقیقا همینطوره. خب بریم سراغ مورد بعدی. یه چیزی که خیلی کامنه، کمالگرایی و اهمال کاری، که اینا با هم دست در دست. خب خیلی از ما به اهدافمون نمیرسیم، یا در واقع توی مسیر دچار مشکل میشیم به خاطر کمالگرایی. کمالگرایی از کجا میاد؟ از ترس از دست دادن. ترس از دست دادن یعنی چی؟ یعنی ترس از هر گونه نقص یا کمبودی توی هر چیزی که برای من مهمه. اگر من یه هدفی دارم، فکر میکنم که باید به بهترین شکل، به عالی ترین شکل تمام قدم ها رو طی کنم تا به این هدفم برسم. بنابراین انقدر اون هدف رو برای خودم بزرگ و دشوار میکنم، یعنی بدون نقصش میکنم، پس بزرگ و دشوار میشه، که خود اون مسیری که قراره طی کنم که برم برسم به اون، برای من میشه منبع استراب. چون انقدر سخته این، انقدر بزرگه، که برای من میشه خودش استراب آور. یعنی هر بار که بهش فکر میکنم مضطرب میشم. مثل اینکه اون که میخواست بره زبان بخونه، رفته مثلا بهترین منابع درجه اول مثلا آکادمی که نمیدونم ادبیات زبان انگلیسی رو خریده، و فکر میکنه مثلا همه اینا رو باید بره بخونه. همینطوری که به این کتابا نگاه میکنه، انقدر براش استراب آور میشه که وای من چجوری میخوام اینا رو بخونم، که معمولا هم واکنش ما به استراب چیه؟ اجتناب. من دوری میخوام بکنم از اون چیزی که برام استراب آوره. پس هی میرم سراغ چی؟ اهمال کاری، یعنی به تعویق انداختن. حالا الان امروز نه، الان امروز انرژی کافی ندارم. با من مثلا 2 ساعت دیگه با دوستم میخوام برم بیرون، الان 2 ساعت که وقت نیست واسه درس خوندن. هی به تعویق میندازم، به تعویق میندازم، که قرار بعدن بالاخره من به این برسم، و اینا اینجا میشینه و منتظر من میمونه. پس بنابراین باید خیلی مراقب باشیم که کمالگرایی نریم، بدون نقص نخواهیم. شما با یک اقدام نصف و نیمه، با یک اقدام خیلی معمولی هم میتونید به اون چیزهایی که میخواید برسید. اگه من میخوام مثلا یه پروژه دانشگاهی رو نصف نیمه هم انجام بدم، پاسم کنم نمرم رو، اوکیه، مدرکم رو میگیرم. اگه یه دانشگاه معمولی ترم برم، کارم رو میگیرم. یعنی اینطوری نیستش که مثلا کسی براش مهم نیست خیلی، حالا شما مثلا مدرکت از کجا بود. من خودم خیلی این مدلی بودم و الان دارم به عنوان یک کمالگرای نجات یافته. کیور شده. تینا جون اینجا یه چیزی هم بگم، و یه قسمت بزرگ که شما الان خیلی خوب اشاره کردین راجع به مدرک، چقدر هم لحن شیرینی داری، آدم اصلا نمیتونه دوست همینجوری من میرم توش. یه قسمت خیلی بزرگشون مقایسه است. چرا فکر میکنم باید بی نفس باشه؟ من که ناخداگاه فکر میکنم که خودمو دارم با هزار تا آدم و مثلا من میام اینجا میخوام زبان یاد بگیرم، من خودم با نیتیو با همسرم مقایسه میکنم. بابا این اینجا به دنیا آمده، بزرگ شده، مدرسه اینجا رفته، توی سیستم اصلا it's impossible. و اونجاست که، و یه چیز دیگه هم اینه که ما چیزی به نام کمال و بی‌نقص نداریم. شما بی‌نقص ترین چیز رو همین الان بذار جلو من از توش صد تا از شما ایراد دقیقا پیدا میکنم. پس این یه توهمه، بی‌نقص توهمه، پس بهتر انجامش بدیم. و به هر حال نقص همیشه یکی پیدا رو، میشه یه یه ایرادی نقص رو میگیره. برطرف میکنی، باز نقصهای دیگه به چشت میاد. یعنی من آدم های کمالگرا دقیقا هی تمومی میگردن نداره. سوراخ ها رو پیدا میکنن و فکر میکنن خودشون رو باید همه چیز رو باید فیکس کنن، تو بقیه باید فیکس کنن، تو زندگیشون باید فیکس کنن، تو خودشون باید فیکس کنن. وقتی میان پیش ما در واقع تراپیستا، میگه ببین من خیلی مشکل دارم، اما میتونم الان باید یه لیست بدم، و مثلا اومده که درستش کنیم و بره به زندگی ادامه.
یه قرصم بذاره زیر آره زبونش یک دکتر آره دقیقا. خدا در صورتی شما. که در واقع روان درمانی اتفاقا به شما این قدرت رو میده که تمام بخشای خودم رو به آغوش بکشم و بپذیرم. حالا برگردیم سراغ کمالگرایی. فرض کن من مثلا میخوام یه برند شروع کنم، میخوام یه برند لباس شروع کنم، میگم من یه تیم اینجوری میخوام، چند تا خیاط حرفه‌ای، انقدر دیزاینر میخوام، یه فضا میخوام، مثلا باید توی بهترین نقطه شهر باشه چون من میخوام لباس هم خیلی گرون بفروشم، اصلا حاضر نیستم که با یه قیمت پایین شروع کنم. خب ساعت کاری زیادی هم میخوام، من که الان مثلا دارم یه کار فول تایم هم انجام میدم، خب ساعت کاری زیادی هم برای اون میخوام. خب پس ببین انقدر بزرگش کرده که امکان پذیر نیست. تو بیا 4 تا دونه لباس دیزاین کن خودت، بده یه خیاط بدوزه، بذار توی یه صفحه اینستاگرام، ببین اصلا کسی میاد بگی که مثلا حال مثلا این چنده، بعد next step next step next step اینطوری. بنابراین همون چیزی که عامیانه میگن سنگ بزرگ نشانه نزدن است، کوچیکش کنید، آسونش کنید برای خودتون. و معمولا افراد کمالگرا مسئله ای که دارن تو خیلی حوزه های زیادی هم میخوان بهترین باشن، یعنی اون نیستش که مثلا فقط این، من میخوام هم ورزشم رو حرفه ای خیلی خوب انجام بدم، هم شاگرد خیلی خوبی باشم، هم به لباس و ظاهرم مثلا برسم، هم تفریح هم رو داشته باشم، مثلا میرم تو اینستاگرام پیدا میکنم همه کجا میرن، این کجاست اون کجاست، همه اینا رو هم میخوام برم. یعنی ببین همه چی رو من نمیتونی بود، یکی از دقیقا یکی از بزرگترین قابلیت های انسان قابلیت رها کردنه، قابلیت گیواب کردنه، که تو نمیتونی همه چی رو داشته باشی، تو یک میزان خیلی محدود انرژی روانی یا لیبیدو داری و این لیبیدوی خودت رو میتونی توی چند تا حوزه محدود اونم نصف و نیمه به کار ببری. قرار نیست همه چیز عالی باشه. من اگه خیلی تایم میذارم به ظاهر و لباسم میرسم، دیگه تایم ندارم کار دیگه ای کنم. باید اینو بپذیرم. این هزینه یه که میدم برای اینکه این چیز رو به دست بیارم. و خیلی وقتا مراجعین وقتی میان، خودت حتما زیاد دیدی چون شما کوچینگ هم میکنین، خیلی بیشتر برای این چیز آدم میان، مثلا میگه من خیلی قابلیت دارم، من انقدر آدم با استعدادیم، و فکر میکنه که انگار تمام این استعدادها و قابلیتهایی که من در خودم میبینم باید به کمال خودش برسه. بله همه انسانها دنیایی از توانمندی هست، دنیایی از استعداد هست، ولی قرار نیست همش در واقع در ما فعال باشه، به شکوفا بشه. دقیقا منم شاید اگه مثلا 10 تا رشته دیگر میرفتم خیلی هم شاید توش خوب بودم، ولی نمیتونم همه اینا رو انجام بدم. که قراره بین همه اینها، چون ما به خاطر ترس از دست دادنمون فکر میکنیم هر چیزی که به من اویلیبل هست، یعنی هر چیزی که در دسترس من باید ازش استفاده کنم. خیر، هر چیزی که در دسترس قرار نیست تو ورش داری بگیری برای خودت کنی، قرار انتخاب کنی. پس ما انتخاب میکنیم و یکی از اینها، چند تا از اینها رو به صورت معمولی جلو میبریم. اینا همون پدر مادرایی میشن که اون وقت بچه بیچاره دیگه تمام استعدادهای این بچه رو من پیدا کنم، کلاس ورزش میره، موسیقی میره، برنامه نویسی میره، یعنی این بچه دیگه دست از سرش بر نمیدارن بعد بچه از همه اینا آخرش هم زده میشه چون اوورولم شده. ببینید تینا جون، یه تیکه اینجا من اجازه دارم یه چیزی رو اد بکنم. اون قسمتی که ما شما توضیح دادید خیلی قشنگ، که ما خیلی فرصت ها تو زندگی داریم ولی باید یکی دو تاش انتخاب کنیم و لازم هم نیست خیلی کم بی نقص ببریم جلو. من میخوام بگم ببینیم بعد بتونیم ازشون لذت ببریم، یک.
و دو چجوری انتخاب کنیم، چون مطمئنم سوال 100 دفعه خواهد اومد، بعد ببینیم ارزش های ما چیه. من سوال ما اگه بدونم سه تا از ارزش هسته یا کور ولیو من چیه، میتونم اون چیزهایی رو که به قول شما یک عالمه توشون استعداد دارم بذارم توی بسته جل، بذارم توی سبد جلو، انگار که من بهم میوه تعارف شد دیگه، نمیتونم که هر چی میبس بردم، نگاه کنم من با من الان میلم به چی میره، دلم تو فرنگی میخواد، دلم موز میخواد، با این حالم بهتره و با مثلا یه چیز دیگه ها، و اونا رو برم دارم و ازشون لذت میبرم، نه که همه رو کله هم بخوام از هر کدوم یه گاز بزنم حالم بچ، ولی واقعا باید بدونم آقا من اولویتام چیه تو زندگی، اولویت هاش چجوری میتونم پیدا کنم بر اساس توانایی هم و بر اساس ارزش هم، ارزش هم بدونم چی، ارزش من چیه تو زندگی، ارزش من آرامش، ارزش من یادگیری، ارزش من خانواده است، ارزش من رفاه مالی، اول اینا با و مال من به قول شما با سوپر ایگو نوام ببینم مال من چه، منو چی خوشحال میکنه، بال نزنم برای اینا. اون مشکلی که ما الان تو جامعه خودم به خصوص همین که شما گفتی به خاطر سوشال میدیا داریم، آخه اصلا فکر کن دوست من هر روز لب آبه، آقا من با اینه که برم زیر آفتاب برشتشم حال میکنم، حالا اون 100 دفعه بره چه ربطی به من داره، ارزش من اینه. من بعد از اینکه یه روز کامل چندان تو هفته 2 روزشو بذارم برم چندان فلان جاک برم خرید فلان، آخرش من حالم خوبه، خودم حسم خوبه باهاش، اگه هست که میتونم با اون برم جلو، اصلا برم به همون سمت به همون روش فالو کنم، ولی اگه حال من خوب نیست یعنی با ارزشهای من الان نیست، پس یعنی حالم خوب نمیشه، پس از اون ظرف میوه میتونم یه میوه دیگه بردارم، به قول شما میتونم امتحان کنم دیگه، همه رو با هم دارم مزه و قاطی شد. و مهم، خیلی مهم اشاره هم کردی سلما جان، در واقع امکانهای زندگی خودمون هم باید در نظر بگیریم. ببین من منابع مالیم، چون دیدم توی سوالا پرسیده بودم مثلا موانع بیرونی، آره موانع بیرونی وجود داره، من امکان مالیم چیه، موقعیت اجتماعیم چجوریه، زمانم چجوریه، امکانهای منابع غیر مالیم چجوریه، مثلا من یه مادرم، آره حامی یک مثلا مادر بزرگ رو، حمایت یک مادر بزرگ رو دارم که یه تایمی رو مثلا بتونم بچه‌مو بذارم مثلا یه کلاسی برم، یکی دیگه این منابع رو نداره، پس من باید و it's okay و فکر نکنیم که او من ندارم بقیه هم یه چیز دیگه ندارم، من با نظر در نظر گرفتن اون در واقع امکانهای خودم هم ببینم چطوری میتونم زندگیم رو بچینم، پس به عنوان یک مادر شاید من بتونم که مثلا خیلی از مادرها وقتی پیش من میان من میبینم که مثلا من بهش میگم خب تو چی کار میکنی و اینها، میبینم انگار حس خوبی نداره راجع به زندگیش صحبت کنه که مثلا الان توی خونه است، ستی هوم مامه، داره از بچه هاش تیک کر میکنه و ارزش نمیده به این کار بزرگی که داره میکنه، و اونجاست مثلا من میگم ببین همین مادر بودن یعنی یه چیزیه که یک انتخاب خیلی بزرگ اولا توی زندگی و توی یه کار خیلی بزرگ داری میکنی، آره، و در کنارش اگه تو مثلا یه دونه کلاس هم بتونی بری، مثلا یه کلاس ورزش هم میخوای بری، that's enough، این کافیه، اوکی؟ ولی ما خیلی وقتا به خاطر کمالگری فکر میکنیم مثلا باید خیلی چیزای کارهای فوق‌العاده که واقعا هم شاید فوق‌العاده هم نیست، اون چیزیه که جامعه و سیستم‌های حالا سرمایه‌داری و اینها به خورد ما دادن که فکر میکنیم باید حتما من اون مسیر اون راه رو برم. من مثال بزنم، مثلا خیلی ها الان به من میگن که خب ببین تو مثلا میتونی الان سمینار اینجوری بذاری، نمیدونم بری تو یوتیوب فلان کنی، نمیدونم همون پادکست های خوبی که انجام میدی، پادکست تو باید پادکست بزنی، میگم ببین من همه اینا رو خودم هم میدونم، همه این کار رو من میتونم بکنم، ولی من اتفاقا میخوام خودم رو هرس کنم تا میتونم هرس کنم، چون قرار نیستش که ما چون فکر میکنیم همه این کار رو میتونم بکنم باید انجامش بدم، به خودتون احترام بذار. پس یه پوینت ساده بخوایم بگیم، به وقتی داریم به اهدافتون فکر میکنین، اهداف قراره در خدمت شما باشه نه شما در خدمت اهدافتون، و وقتی برعکس شد موش روی چرخی میدوی بعد میرسی به مید لایف، تازه اگه آدم باهوشی باشی به میان سالی که میرسی میگه ای بابا من داشتم چیکار میکردم، همینطوری دارم این رو میدوم، اگرم باهوش نباشی که تا ابد آخر عمر و بعد مرگ و تموم میشه.
تمومش. الان اتفاقا قبل از شما یه نفر گفت خواهرم دچار میدلایف کرایسس شده. گفتم اینجوری با سوال شروع میشه نه با سن. بعد میپرسید چه سوالی؟ گفتم بابا سوالو که من نمی... سوال به ذهنت میرسه. خیلی خوب بود، یعنی همه رو میگیم خب فرموله کن سوالو بده چه سوالی جوابش چیه، پس دقیقا رد چی دقیقا میکنم تو چه گم. راحت چی. بعد اون قسمت مادرم که گفتین، من یه چیزی بگم به خاطر اینه که من خیلی وقتا میبینم میگه که وای من اصلا مادر خوبی نیستم مثلا برای بچه هم یا چه وضعیت به قول شما من همش تو خونم دارم و بچه مراقبت میکنم و اینا. بعد من وقتی جویا میشم میبینم بازم تش مقایسه است، ببین فلانی چه مامانیه، هم کار میکنه هم با بچه هاشه هم 400 کلاس میره. در حالی که هم میگه شما میگی شاید یه نفر انتخابش باشه و احترام به خودشه که به قول شما هرس کنه بگه آه من الان تمرکزم میذارم روی این دوتا بچه، اینا رو انسانهای خوبی بار میارم، بعدش اگه بعد از این مثلا 5 سال چه میدونم حالا هر چقدر که خودمون دلمون میخواد سرمایه گذاری روی این موجودات روی کره زمین، بعدش میرم دنبال یه کار دیگه. هر کی راه زندگی خودش رو داره و کمال میتونه تو اونی باشه که من راه زندگی خودم رو به بهترینی که ازم برمیاد و دقیقا باش لذت میبرم برم جلو. اینکه خودم دقیقا مقایسه کاملا کنم. درسته سرنا جان. حالا میخوایم بریم توی یه بحث یه مقدار متفاوت. یک عامل دیگه ای که خیلی دیده میشه توی فضای درمان که آدم ها به اهدافشون نمیرسن یا اونها رو دنبال نمیکنن، مقوله ایه که روانشناسا بهش میگن درماندگی آموخته شده، learned helplessness. خیلی ساده است، یه آزمایش خیلی ساده بیهیویرال تراپیست ها، رفتار درمانگر ها این رو دیولوب کردن که چی کار کردن؟ یک آزمایش ساده روی سگ ها انجام دادن، برای سگ ها غذا گذاشتن. اینو من یه ویدیو هم توی صفحه هست، حالا اگه مفصل تر بخواییم برید بشنوید. در هر حال یه سری سگ داشتن، برای اینا غذا گذاشتن، سگ ها هر بار میرفتن که غذا بخورن بهشون شوک الکتریکی وارد میکردن. یه بار، دو بار، چندین بار سگ به یه نقطه رسید که چون هر بار میخواست اقدام کنه برای اون هدفش که گرفتن غذا بود، شوک بهش وارد میشد، دیگه برای گرفتن غذا اقدام نمیکرد. یعنی غذا اونجا بود، سگ به سمت غذا نمیرفت. بعد اومدن این شوک رو از آزمایش برداشتن، یعنی سگ به راحتی میتونست بره غذاشو بخوره، ولی سگ ها دیگه برای گرفتن غذا اقدام نمیکردن. به میگن درماندگی آموخته شده، یعنی من بارها و بارها برای یک هدف اقدام میکنم، با مانع مهمی روبرو میشم که من رو متوقف میکنه. وقتی بارها این اتفاق بیفته، من اون حس درماندگی، اینکه درماندگی یعنی حس اینکه کاری از دست من بر نمیاد، من ناتوانم، من نمیتونم، این حس رو در خودم درونی میکنم و دیگه با اینکه ممکنه شرایط عوض شه و این بار من میتونم به هدفم برسم، ولی دیگه برای رسیدن به اون هدف اقدام نمی کنم. و دقیقا همین آزمایش برای انسان هم صدق می کنه، یعنی همین اتفاق می افته که ما می تونیم احساس درماندگی رو درونی کنیم. حالا شما تصور کنید یک جامعه مثل ایران که مثلا یک بچه چقدر در خانواده توی مدرسه قدرت عمل داره، یعنی هر چقدر بچه شما، اونایی که والدینن این رو می شنوید بدونید، هر چقدر بچه شما احساس کنه که قدرت عمل داره، مثلا خودم میتونم لباسم رو انتخاب کنم، حالا نه اینه که دیگه 100% ها، ولی به حد خودش، به زمان خودش، به سن بچه بهش قدرت عمل میدیم، خودم لباسم رو انتخاب میکنم، امروز من انتخاب کنم مثلا کجا بریم غذا بخوریم، یعنی انگار من فکر میکنم من میتونم اون چیزی رو که میخوام بهش برسم. یا مامان مثلا من این اسباب بازی رو میخوام، مامان بهش میگه تو مثلا اتاقتو تمیز کن و توی این کار به من کمک کن، اینو میگیری، پس من حس میکنم انگار قدرت عمل دارم. حالا یه جامعه مثل ایران، بچه اصلا به ویژه توی مثلا نسل قبل چقدر بهش اهمیت داده میشده، مثلا یه بچه توی مدرسه بره بگه که من معلمم با من این رفتار رو کرد و من از این رفتار آزردم، هدف بچه چیه؟ اینکه شنیده بشه، بهش اعتبار داده بشه و یکی بیاد ازش حمایت کنه. چقدر این اتفاق میفته؟ یا فکر میبینه که حرفش به جایی نمیرسه، چقدر بچه میتونه در مقابل والدینش بیاد حرفش رو بزنه که به اون خواسته خودش برسه؟ خیلی کم. قدیم که میگفتم مثلا چش سفید است، مثلا تو مثلا صورت ما به بچه که رو بچه که اصلا دخالت نمیکنه یا بچه این حرفا رو. پس
وقتی قدرت عمل نداره، یا مثلا بچه بزرگ میشه میخواد بره یه هنری رو دنبال کنه، میخواد بره یه حرفه رو دنبال کنه، و باز مانع میشن والدین، خانواده یا جامعه، ازش انتظار دارن حتما برو تحصیلات آکادمیک انجام بده. پس دوباره چیه؟ من میخواستم برم هنر بخونم، مانم شدن. حس چی؟ درماندگی، که نمیتونم به اون چیزی که میخوام برسم. یا اصلا اون فرد حالا بعدا توی بزرگسالی توی جامعه میره دانشگاه سراسری هم میره، بهترین رشته هم میخونه، چقدر بعد از خوندن اون رشته براش فضای کار هست؟ اتفاقی که الان توی ایران هست دیگه، به لحاظ اقتصادی مثلا طرف فکر میکنه من با این حقوق سالیان سال هم کار کنم، مثلا یه ماشین معمولی هم شاید نتونم بخرم. همه اینها زندگی کردن در همچین جامعه به ما احساس درماندگی میده. اوکی؟ ولی آخر خط نیست، یعنی قرار نیستش که من با این حس درماندگی بمونم و فکر کنم که اوکی دیگه this is it و راهی برای بیرون رفتن ازش هنوز میشه، هنوز توی همون جامعه هم میشه به اهدافمون برسیم، با در نظر گرفتن امکانهایی که داره، با در نظر گرفتن شرایط، و گیواپ نکنیم و انتخاب کنیم که ادامه بدیم. حالا اگر ما این حس درماندگی رو داریم، معمولا حسمون اینه که من نمیتونم، انگیزه ندارم، احساس انفعال میکنم. این حس رو معمولا در خودتون پیدا میکنید و برای اینکه ازش گذر کنید، خب یک راهش روان درمانیه، اما یک مثلا بخوایم راهکار که دوست دارید بدیم، بیبی استپ برای اهدافتون، یعنی قدم های کوچیک کوچیک برای اهدافتون انتخاب کنید. هر چقدر شما هدف کوچیکی ست کنید که بهش برسی، این خودش میشه چرخ، یعنی انرژی راه تو برای اینکه برای هدف بعدی، یعنی بهت انگیزه میده برای هدف بعدی. اگه هدف بزرگ ست کنی بهش نمیرسی، دوباره حس درماندگی میکنی. هدف کوچیک بهش میرسم، پس میتونم، پس امکان پذیره، و این میشه انرژی برای بعدی و بعدی و بعدی. تینا جون، چون خیلی الانم توی چیز دیدم دو تا مسیج راجع به این اومده که انگیزه نداریم چی، و من اینو گفتم که همین که شما الان گفتید، یکی از علتهایی که ما احساس میکنیم انگیزه نداریم، حسشو نداریم، اینه که خیلی هدف دور دست نیافتنی بزرگ و موانع برای ما تو ذهنمون، حالا به خاطر باورهای محدود کننده یا هرچیمون که هست، خیلی بزرگتر از هدف دارن رشد میکنن. بنابراین اینی که شما داری میگی از همه مهمتر اینه که هدفهای خیلی کوچولو 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 و دستیافتنی. مثلا اگه من میخوام 20 کیلو کم کنم، التیمت گلمه، چون وزن همیشه یکی از چالش های ما انسان ها بوده در تاریخ، بهترین کار اینه که هدف اول این باشه که من لایف استایلمو این هفته یه ذره بهتر کنم، نه وزن کم کنم، نه سایز کنم، لایف استایلمو، مدل زندگیمو عوض کنم. یعنی چی؟ مثلا چیپس نمیخرم این هفته، چیزایی که مسموم میاد تو خونه وارد نمیکنم، ها، با آدمایی که مجبورم میکنم باشون برم بیرون برگر بخورم یه مدت معاشرت، یعنی اینجوری بعد میگم ای به قول شما من این هفته تونستم دست به چیپس نزنم، پس شدنیه، پس چیزی گین نکردم، وزنی نگرفتم، پس میتونم اینایی که دارم از دست بدم. یعنی خیلی کوچولو کوچولو باید بذاریم، و انگیزه از روز اول قرار نیست که من بشم بمب انگیزه بعد انجام بدم. یعنی میخواین شما من بگین که خیلی هم میگن من انگیزه ندارم، معلومه که ما انگیزه نداریم، معلومه که اولش سخته، وقتی نگاه میکنیم چه راه طولانی داره، خیلی موتور چرخیدنش کار سختیه. یه کار کوچیک انجام میدم، این مایچه ارادم یه ذره قوی میشه، انگیزه میده همون که شما گفتی برای مرحله بعدی. دوباره اونی که انجام دادم، باری که الان رفتم جلو، مثلا سه هفته است من دارم روزی نیم ساعت راه میرم، بابا این this is big، من تا حالا این کار نکردم. خودمو با پریروز خودم مقایسه میکنم، نه با یه ورزشکاری که داره روزی 800 کیلومتر میدوه. بعد ریز ریز میرم، بعد این ماهیچه اراده به من انگیزه میده. این برعکسی نیست که من اول بشم بمب انگیزه. مثلا انگاری که یه چیزی بهتون بگم، تون رابینز به خاطر مشکل چیزش، مشکل تومور مغزی که داره، توی صبح به صبح بعد بپره توی یه استخر آبی که آب نیست، منهای 40 درجه، منهای 20 درجه، یه چیز، یه کاندیشن بدنی داره. و
بعد این جملهش همیشه تو ذهن من یه دفعه داشتم برفش گوش میدادم، گفت شما واقعا فکر کنید من صبح به صبح پا میشم میگم I can't wait، نمیتونم صبر کنم بپرم تو اون؟ نه، من حالم بعده، هیچ انگیزه برای پریدن تو اون ندارم. اون استخره من یاد تومورم میندازه، ولی من وقتی میپرم صبح تو اون کار سخت رو انجام میدم تا آخر روز دیگه هیچ کاری برام سخت نیست. انگیزه رو من از اون کار سخته اولا میگیرم. میدونی یعنی ما اول خودمون رو پرت میکنیم تو استخری که آب داره خالی نیست، و بعد از اونجا بعد میگیم خب حالا که اومدم حالا میرم دست میزنم، حالا میرم پامو میزنم، حالا میرم یه قدم جلوتر و همجا بقیه قدم میشم. هم که شما گفتید انگیزه اول نمیاد. و این رو تحقیقات هم نشون میده سلمان جان. یه تحقیق انجام دادن روی دانشجوها، دیدن که اگر شما مثلا برای خودت ست کردی که من روزی یک ساعت میخوام درس بخونم، اگر روز اول یک ساعتت رو انجام دادی، روز دوم انجام دادن اون یک ساعت برای تو آسون تر میشه، یعنی راحت تر میری میشینی سر درسه. روز اول سخت تره، میگی وای حالا یه نیم ساعت دیگه حالا بندازم بذار از شنبه میخونم، ولی روز دوم این راحت تر، سوم راحت تر، چهارم راحت تر. یعنی هر روز دیدن این حسی که من اون انگیزه رو داشته باشم و حس مانع درونی حس نکنم، یعنی هی نخوام اهمال کاری کنم یا به تعویق بندازم، از اهمال کاریم کمتر میشه و به انگیزم افزوده میشه هر باری که میشینم سر این درس. حالا برعکسش، اگه روز اول نشستم سر درس، روز اول خیلی حس بدی دارم، ای وای بعد درسمو میخوندم نخوندم، مثلا یه حس فرض کن مثلا حس گناه، ای بابا دوباره انجامش ندادم. روز دوم نشستم سر درس برات راحت تر میشه، یعنی دیگه خیلی هم بهش فکر نمیکنی. روز آره یعنی خیلی راحت تر دیگه کلن بعد چند روز که اصلا یادت میره قرار بود که یه ساعت درس رو بخونی. پس این رو مد نظر داشته باشین، یه چیزی ست کنین که بتونید انجامش بدین، همون میشه انرژی مسیرتون. بریم سراغ آخرین نکته که من میخواستم بگم که بعدم حالا سوالا و اینها. نهایتا میخواستم باز برگردیم روی این ترس از دست دادن. اوکی. خیلی از ما به اهدافمون نمیرسیم به خاطر ترس از دست دادن. ترس از دست دادن اگر بخوایم ترنسلیتش کنیم، یعنی به یک زبون دیگه بگیم، یعنی ترس از هر آن چیزی که در زندگی ناخوشاینده. و ما توی یک دنیای زندگی میکنیم که یه بخشی از این زندگی اونجوریه که من میخواستم، پلان میکردم، دوست داشتم، دلم میخواست و این بخش خوشایند زندگیه، و همیشه یه بخش دیگه از زندگی هست که تمام اون چیزهایی که من دوست نداشتم، نمیخواستم، انتظار نداشتم، و این بخش ناخوشایند زندگی ماست. و ما باید قابلیت تحمل و پذیرش این بخش ناخوشایند زندگیمون رو داشته باشیم، یعنی بتونیم ظرفیت پذیرش و تحمل. و پذیرش یعنی این که من احساسات ناخوشایند مربوط بهش رو تجربه میکنم و بعد میتونم رها کنم، یعنی اونطور نیست که هی راجبش فکر کنم وای چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، چرا نشد و گیر بیفتم بهش. پذیرش یعنی میپذیرم که اینم قسمتی از زندگی. حالا کسانی که این قدرت پذیرش و تحمل رو ندارن، انگار همش میخوان هر آن چیزی که در زندگیشون ناخوشاینده رو از خودشون دور نگه دارن. من هر اقدامی بکنم که هیچ چیز ناخوشایندی برای من پیش نیاد. پس رفتار من با زندگی میشه چی؟ یک رفتار اوور پروتکتیو، یعنی زیادی مراقب، یا ما بهش میگیم یک رفتار دفاعی، یعنی من یک زرهی گرفتم جلوم، میخوام توی این دنیا امن باشم، یه موقع برای من نقص، کمبود یا از دست دادنی پیش نیاد. پس حالا وقتی میخواد بره برسه به اهدافش، از چی میترسه؟ از شکست. شکست چیه؟ یک نوع از دست دادن، یه چیز ناخوشایند. از اشتباه، نکنه اینو انتخاب کنم اشتباه باشه، نکنه شکست بخورم، مثلا نکنه من الان مهاجرت که بکنم بعد دوست نداشته باشم، نکنه برم این بیزنس رو میخوام شروع کنم منابع مالیم رو از دست بدم، نکنه برم این همه برای مثلا کنکور بخونم بعد قبول نشم،
من از این شکست ها، از این اشتباه ها ترس، یا نکنه مثلا برم توی این رابطه فرد مثلا خوبی مناسبی برای من نباشه، چون از همه این از دست دادن ها یا شکست یا اشتباه، هر چیزی که اسمش رو بذاریم، میترسه، همش عقب میشینه و اقدام نمیکنه، پی به تعویق میندازه و این شما رو خیلی امن نگه میداره. بله، شکست و اشتباهی برای شما پیش نمیاد، ولی اجازه خیلی از تجربیاتی که میتونست برای شما معنادار باشه، با ارزش باشه، خوشایند باشه، هم جلوش رو میگیره. مثل این میمونه که من بگم که من از در این اتاق دیگه بیرون نمیرم، از در خونم بیرون نمیرم، چون اگه برم بیرون ممکنه ماشین بزنه به، ممکنه یکی از من دزدی کنه، ممکنه که مثلا یکی به من آسیب برسونه، پس من نمیرم، اینجا امنم. اوکی، خیلی هم خوب. ولی وقتی نمیری، خیلی کارایی هم که اون بیرون میتونستی انجام بدی و نمیتونی انجام بدی. پس این افراد وقتی میخوان تصمیم گیری کنن، دنبال یه تصمیم 100% هن. نمیخواد ریسک کنه، نمیخواد بپذیره که ببین هیچ کس، یعنی مثلا پیش ما درمانگرا هم میان، خب تو به من بگو الان من چیکار کنم، این رابطه خوبه، فکر میکنی تو مثلا تضمین میکنی که من برم الان مثلا جلو، مشاور پیش از ازدواج مثلا به من بگو که این اوکیه دیگه، یا من میخوام مهاجرت کنم، حالا شما اونجا بودی این ورم بودی، بگو من الان مثلا اوکی دیگه برم ریسک کنم. ببین، تو تمام جوانب رو در نظر میگیری، اطلاعات هم میگیری، بعد باید قابلیت ریسک کردن داشته باشی، قابلیت جسارت. آدمایی که احساس امنیت در درونی دارن آدمای جسوریان، میره امتحان میکنه، یا اون چیزی میشه که میخواد، یا اگر نشد دوباره میتونی امتحان کنی، کنکور پاس نکردی سال دیگه امتحان میدی. من یه مراجعه داشتم میخواست امتحان رانندگی بده، خیلی میترسید، گفتم ببین بگو اصلا من میخوام رکورد امتحانهای رانندگی رو بزنم، میخوام مثلا آدمی باشم که بعد از 120مین بار بالاخره من قبول شدم. Go for it. قبول شم. دوباره انجام میدی، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، یا اگرم بیفته هزینه خواستته، کی با ارزش تر از خودت که برای خودت هزینه کنی برای اون دقیقا. چیزی که تو ذهنت فکر میکنی همیشه میخواستی. و اصلا بدترین سناریو، من یه سری چیزا رو از دست دادم، اون چیزی هم که میخواستم نشد، اون تجربه تو رو ساخته، تو بعد از اون تجربه فرد دیگه ای هستی، آدم دیگه ای هستی و خود اون ارزشمنده. پس بنابراین کسانی که ترس از دست دادن دارن، هی دچار شک و تردید میشن، من میخوام یه گزینه رو انتخاب کنم که 100% باشه، بعد این گزینه رو انتخاب میکنه به محض اینکه یه دوستش مثلا میاد تریگرش میکنه، به مطمئنی میخواد مهاجرت کنی، من یکی از دوستام رفته میگه خیلی اونجا بس صبح تا شب کار کنی پدر در میاد، باز دوباره میفته تو دو دلی، برم نرم برم نرم، هیچ کس نمیتونه، به هیچ نقطه ای نمیرسی که 100% باشه. باید ما تحمل ابهام رو داشته باشیم، این مسیر مبهمه، اون چیزی رو که خودمون میخوایم درش قدم بذاریم و پی این که ممکنه از دست دادن هایی هم باشه باید بپذیریم، ولی از دست دادن رو، اون اتفاق، اون اشتباه یا اون شکست رو برای خودمون کاتاستروفایز، یعنی فاجعه بار نبینیم که قرار همه زندگی من رو مختل کنه، نه، یا از دست دادن رخ میده و بعد میتونی ترمیمش کنی و ازش یاد گرفت. پس این رو هم توی نظرمون داشته باش. در واقع یکی از قسمت‌های بزرگش برمیگرده به اینی که این انتظار اشتباه از جهان هستی که من میتونم خودم رو از تمام مصائب، مشکلات، شکستا دور نگه دارم، در حالی که این انتظار اشتباهی، دنیاییه که همین که شما گفتی با یه پکیج میاد و ما مسلما تو شکست میخوریم، آسیب میبینیم، بی‌عدالتی هست، اتفاقات غیر مترقبه هست و ما باید بپذیریم که نمیتونیم خودمون رو پروتکت بکنیم. اونی هم که تو خونش هم مونده ممکنه زلزله بیاد خونه بریزه پایین. ما اول از همه باید بپذیریم که ما از رحم مادر اومدیم بیرون و دیگه دنیا دنیاییه که ما قراره توش تجربه کنیم، چیزای جدید یاد بگیریم و قرارم نیست که همه چیز 100% و حالا خیلی هم میگن خب ما با این ترس و ما این ترس رو مثلا چجوری از بین ببریم؟ ترس از بین نمیره، شما باید با وجود اون ترس باز بیبی استپ، یعنی قدم های یک طفل نوزاد کوچیک،
قدم های کوچیک با وجود اون ترسم دقیق. برمیدارم، میرم جلو. درسته که میترسم، مثل کسانی که اضطراب اجتماعی دارن، میگه من میخوام برم تو جمع صحبت کنم، میترسم. تو بیا این ترس من از بین ببر، من برم تو جمع صحبت کنم. نه، تو میری تو جمع صحبت میکنی، همون چیزی که عامیانه میگن ترست میریزه، ترست کم کم میریزه. حالا برات آره، برات میرزن روانشناس خسته قدم میشه. های کوچیک میچینه، میگه ببین فعلا نمیخواد حالا بری توی جمعی که خیلی برات مهمه، برو مثلا تو خیابون، تو پارک بشین با یکی صحبت کن. بعد قدم بعدی مثلا دقیق. تو تاکسی که آه. دو نفر دیگه هستن مثلا صحبت کن. سو با وجود ترسی که دارم، برای اون چیزایی که میخوام اقدام میکنم. Exactly. تینا جون خیلی متشکرم اولا که برای همه توضیحاتی که دادین، چون من باید یه رو پیش میرفتم، من ریسکجال کردم اوکی، برنامه پر تا 10 دقیقه نهایت هم فرصت دارم. اگر اشکال حتما. نداره من کامنت ها رو باز ببخشیدم کنم که بچه سلماز سوالا رو جان، بپرسن. واقعا من خیلی خوب. شرمنده، من اصلا بدقول نیستم و مرسی که ریسکجول کردی اینا همه برامون. اتفاق میفته. خواهش میکنم. ببینیم، من الان تمام سوالایی که بچه ها برام فرستادن نگاه کردم، شما خارج از کنترلم الان گفتی، هر چی بود گفتی، دمت کرد. خب من الان در این لحظه کامنت ها رو گشوده و وای میستیم که بچه ها اگه سوالی دارن یه 10 دقیقه دیگه هم باشیم، که بعد دیگه زلزله بزرگ میاد خونه، من دیگه نمیتونم صحبت کنم. علیکم سلام. عرض به حضور شما که آها، اون ترسرم که گفتید آخر که از همه مهمتره، به خاطر اینی که ما اون ترس هست ما رو فلج میکنه خیلی جاها، بازم برمیگرده به اینی که میخوام کمالگرا باشیم، دلمون میخواد که همه چیز رو یه جوری انجام بدیم که کسی نتونه ازش ایراد بگیره، خودمون باش خوشحال باشیم، انتظار اشتباهی که فکر میکنیم که تو زندگی قرار همه چیم دقیقا، روش در بدیم واقع و انگار همه به چیزی یه نیست. شکلی محتاطیم، احتیاط میکنیم، و معمولا افرادی که این شکلی هستن، معمولا همه چیز در روان ما دو روی سکه است. یعنی از یه طرف خیلی محتاطه، از یه طرف یهو یه ریسکای خیلی بزرگی میکنه که ممکنه اون وقت خیلی خودش رو در معرض خطر قرار بده. و توی فضای درمان ما این افراد رو میخوایم بیاریم این بین این سیاه و سفید، بیاریم توی این بعد خاکستری که بین اینها هم تو ریسک پذیر باشی، هم نه اینی که خودتو دیگه توی خطر اون بذاری. بچه هم من لایف رو 180% سیو میکنم، قربونتون برم تینا، بعد تو پیج جفتمونم خواهد بود، نگران نباشید، سوالاتون رو بپرسید. همسر من با شرایط خاص، بذار این خوب بود بکنم، سلام، من همسر با شرایط نسبتا خاص میخوام ولی اصلا پیدا نمیکنم، چیکار کنم، همش به من بردی نجم. ببین یه باکسی هست، درش رو وا میکنی، نگاه میکنی همسرای اونا همه مختلف. میخوان، من فکر کنم با شرایط بسیار ایدئال. همه این با شرایط خاص میخوان. یه دونه یه چیز بود، یک مصاحبه بود، من خیلی دوست داشتم یه جمله شو که خیلی دوست داشتم کات کردم ترجمه کردم، میگفت بشین بنویس ببین چی دوست داری تو زندگی داشته باشی، تو رابطه دوست داری کیو داشته باشی پیدا بکنی، بعد برو تمام خصوصیات خودت شو، برو رو خصوصیات کار کن، میخوای آدم بخشنده باشه، میخوای آدم صبوری باشه، میخوای آدم پولداری باشه، اول خودت بشو، بعد دیگه لازم نیست دنبال کسی بگردی، میشی مثل یک دقیقا. و جواهری که توی جذب این خود میکنی این اومد. مورد هم ببین، وقتی که ما ترس از دست دادن داریم که به لحاظ فرهنگی خیلی توی جامعه ما زیاده به واسطه حالا گذشته و کودکی که داشتیم، من همیشه میگم وقتی ترس از دست دادن داریم، ما به عنوان انسان به جای اینکه کاشف باشیم، بریم این دنیا رو بخوایم کشف کنیم و تجربه کنیم، کاسب میشیم. میخوام کسب کنم، به دست بیارم. و آدم های کاسب همیشه چکلیست دارن از چیزهایی که میخوان و همش میخوان اینا رو بگیرن، به دست بیارن. توی ازدواج هم همینطور، من یک سری معیار دارم، یک سری خواستا دارم، حالا باید برم این آدم رو کسب کنم. در صورتی که یک آدمی که کاشف باشه، میره یه آدمی رو کشف میکنه و ببینی که من و تو میتونیم یک در واقع رابطه عمیق، صمیمیت رو با هم تجربه کنیم، آیا میتونم حس عشق رو نسبت به تو داشته باشم. و اون معیارها خیلی مهم نیست و اون روابطیه که البته of course یه سری چیزهای فاندامنتال ما داریم برای خودمون، ولی نه اینی که مثلا از رو چک لیست، آها خب
مثلا پول که داری، قیافه که داری، خانوادت که فلان، این شما رو خوشحال نمیکنه، شما رو راضی اگزکتلی نمیکنه. شاید از بیرون باز بقیه بگن که او به به چه چه، ولی خیلی باز هم آدمای این شکلی رو من باشون کار کردم که خودشون از درون میگه من حسی به این آدم کمیستری ندارم، احساس عشق نمیکنم، و بنابراین روی این باید کار بشه. و اون قسمت کاشف رو چقدر قشنگ گفتید. اولین کشفمون هم کشف خودمون دیگه، ببینیم چرا من دوست دارم، من چرا کی هستم، چه شرایط، چه این خصوصیت در حقوقی من چیه، ارزشام چیه و چرا دلم میخواد آدمم این باشه. وقتی بدونم خودم کیم، دقیقا ریشه های خودم بدونم، بدونم اصلا چقدرش به خاطر خودم، دقیقا چقدرش به خاطر بقیه از اینا، بعد دیگه راحت تر میتونم بقیه رو کشف کنم. اگه خودم رو نشناسم باز میریم سراغ اون بحرانه. همه راه به روم ختم میشه. دقیقا. خب مرسی بچه، چقدر لطف. ببین من چقدر نمیبینم دیدم همه دوستتون متاسفانه دارن و کامنت ها رو، امید دارن. نمیدونم چرا. بچه الان اول بچه هایی که به شما ملحق شدن، شما اونا رو میبینید، بعد کامنت ها رو میبینید. یاد دارم میخونم براتون. بعد ترس از دادن نیست، ترس از سرزد. یک نفر خانم هدا هدا کور شدم قشنگ، نوشتن که من همیشه ترس از دست دادن نیست، ترس از سرزنش آدم های نزدیک و مهم زندگیمونه، چون شاید تماشاگرمون برامون اونقدر مهمه که رضایتش به هدف این ما ارزش سوپریگو میده. سختگیره دیگه، یعنی اون بخشی که قرار بوده ما از جامعه، از مراقبین اصلیمون درونی کنیم، و انگار یه حالت ناظر درونیه، هی من داره نظارت میکنه، قضاوت میکنه، و به من یا اوکی میده یا میگه نه اوکی نیستی. اون برای بعضی از ما که والدین سختگیری داشتیم یا توی فضایی بودیم که انگار به راحتی من کافی نبودم، هی ازم بیشتر میخواستن، باید بهتر میبودم، اون سوپریگو سختگیر میشه و من انگار میشم برده این سوپریگو، برده خواستهایی که درونی اینترنالایز کردم و تمام عمر به دنبال اونها، و این نیازمند روان درمانی هست که بشه از اینها دور. و بعد یه چیزی هم یادمون باشه که ما هیچ وقت نمیتونیم همه رو از خودمون راضی، خوشحال و با همه تصمیماتمون. بعد خیلی از آدما، مگه من خودم با همه تصمیمات خودم در لحظه خوشحالم؟ مگه میمونه هدفم یکی؟ هی پیوت میکنم رو عوض میکنم. بعد چطور ممکنه یه نفر دیگه، شما نوعی بخوای به من نگاه کنی ببینی من راجع به چی فکر کنم؟ من خودم تکلیف زندگی خودم معلوم نیست. وقتی اینجوری نگاه کنیم متوجه میشیم این ما این که به خودمون انقدر سخت میگیریم، همونی که شما گفتیم. و وقتی اون قسمت رو ول کنیم، رو خودمون فوکس کنیم، رو خودمون، رو رضایت خودمون از خودمون اول، رستگار میشیم. رستگار بذارم دیگه هی دارم تشکر میکنم. سوال اینه، متشکرم عاشقتونم. مرسی ازتون. ببین این قسمت رو بچه ها راجبه، خب ببین راجب این صحبت کردیم، راجب اینا همه رو تینا جون راجبشون کاملا صحبت کردن. خیلی از سوالی که دارم میپرسن احتمالا از اول لایف نیامدن. الان که ما بذاریم ترس صحبت کردیم، کمالگرایی رو کامل گفتن، چقدر با این قسمت کاشف همه حال کردن، هزینه دادن رو گفتن، که خب به نظر میرسه که تنها راه ما اینه که اینو سیفش کنیم. تینا جون خیلی متشکرم از توضیحاتتون، قربونتون، خیلی خوب بود واقعا، از معاشرت با شما اصلا قربونتون سیر سرما نمیشم. جانم، بسیار بسیار مرسی. به بسیار منم مدداد. همینطور، خودت هم خیلی انرژی خوبی داری و لایت و شیرین، و مرسی هم که با من راه اومدی. هم انقدر مشغولم، هی دیر جواب میدم و دیرم اومدم به لایو، واقعا منو ببخش. یه خورده از همیشه قربونت عزیزم، زمان گذاشتی. مرسی بابت همین. ما الان این لایو رو سیوش میکنیم. بچه ها هر سوالی داری توی کامنت ها بنویسید، سر فرصت تینا جون اگه منم تونستم عالی پاسخ عالی، میدم. خوبه؟ مرسی عزیزان، مرسی از همتون، مواظب خودتون باشین و تا روز روزگار دیگر، ان شاء الله یه لایو ایشالله دیگه به دوباره زودی. میذاریم مرسی بزن. که تا این موقع با ما بودین.
روز و شبتون بخیر، خدا بله خیلی حافظ، خدا حافظ. ممنون.